Açsa. Ben de az. Güzel kovak et. قربون دست داد اینا رو یه جوری محکم ببن که میریم تو خیابو کله نکنی بریزه در به داغون ده. خانم خیالت اونجام. من شخصا خیلی کانم اینه. من این مشکل شکست دیگه چه جوری مواظب بودی؟ بابا فدا به سرت قلقیری بودی. بابا همه زندگی بابا جازو اونم تلکونی. خیلی کله کردی. میخوای نکرده به اون شما تشریف ببری من میدم یه نفر تمیز کنه. بگو این جنس حساب که تو عیاد مونده همه رو برای انباری برف گرفته میزنه داغون میشه. کدوم جنس رو؟ بابا همین من خبر نداریم مهندس خانم برده بود جنس رو هنوز باز نکرده. پس فرستاد بیرین. خب به سلامتی تشریف میبریم. بله. فقط من یه چیزی بهتون گفته باشم گندم خانم، اگه فشار من رو صمد نبود شما حالا مستاجر بودید. الان به سلامتی داری میری سر کونه زندگی خودتون، ما رو هم دعا کنی. بله دستتون درد نکنه، خیلی ممنون زحمت کشیدین. باشه شما قضاوات تندرستی تندرستی. ما شما رو تو تاکسی با وصل پشتتون میام. خیلی خوش. خداحافظ. داداش خداحافظ. خوش اومدید. دست شما درد نکنه. فقط برف میری یه چیزی بپوش دورا نچای. آقا آتیش کندلش برید. برف بند اومد و گلدونم یا آب بده یاد نره. هر خندیدیم. رو آب بخندی. بچه. قند آوردم برات بیا. بابا نمیخورم، بابا نمیخورم، مرض قند من میگیرم. اشبند بده من شو میذارم بیرون باش. من خودم حالا یه ضربه آب قند ریختی تو این حلقم. آخه مرد حسابی تو که اختیار دست زنته، باز چی به من گل دادی؟ باز چی با من قرار داد بسی؟ باز چی منو بدبخت کردی؟ آخه من به چی میگم؟ بشین سمد جون، تو حالت خوب نیست، آخر کار دست خودت میدی. آخه عزیز دل من، قربونت برم، فدات بشم، تو که میدونست این زنت وام میخواد بده به برادرت، باز چی به من گفتی؟ بیا اینم وام من مال تو. میخواستی منو بدبخت کنی؟ مرض داری؟ تو آخه بیمار. بشین سمد، چه اوقات تلخی میکنی سمد جون؟ تو فکر میکنی من خانمم واسه چی گفتم بیاد اینجا بهت بگه؟ واسه اینکه روم نمیشد. شرمندتم سمد، به جان تو شرمندتم. نمیدونی از دیشب تا حالا سر این وام وامونده تو خونه ما جنگ و دعوا. تو خونه منم از دیشب تا حالا به خاطر این وام جشن و پایکوبیه. شما بابا چرا حالیتون نیست بابا؟ من به خواستگار دخترم گفتم که بره کارهای عروسی رو راه بندازه. آقا بگم خودم بگم. بشین سمد جون بشین. راست میگه دیگه خانم، این بهش قول داده، این بنده خدا گرفتاره. حالا اگه میشه یه کاری واسش بکنی. مگه بنگاه خیریه است که دارین چونه میزنید؟ ببین آقا، از برادر عزیزتر کسی هست؟ خب آره، پدر. منظورم این نبود. خب مادر. دیگه خواهر. منظورم برادره. برادر من به این وام احتیاج داره. چند ساله که میخواد یه کار کاسبی را بندازه، نتونسته. حالا که این وام جور شده، حق اونه. این آقا مگر قولی به شما داده، سر خود کار کرده. به من هیچ ربطی نداره. خب تکلیف ما چی میشه؟ آخه شما مگه خودتون بیشی سمد جون، تکلیفی نداره. از اینا آبی گرم نمیشه. پشو برو زنگ بزن خونه، بگو یه خورده دست نگه دارم. برم ببینم چه خاکی میشه. سمد بشین بابا. نه میخوام ببینم تلفن بزنم. بشین بابا. بابا چنگی جون ول کن دیگه بابا. بذار من برم ببینم چه خاکی بعد تو سرت بریزم. مسخره کردم. جونم آقا جون. سلام آقا جون. فریبوس بابا کجایی شما؟ پشت وانت آقا جون، زیر برف. مگه داره اونجا برف میاد؟ آره بابا داره بوران میاد. مگه شما اونجا برف نمیاد؟ نه اینجا قطع شدش. گوش کن بابا چی بهت میگم، سریع اسباب اساسیه رو خالی کن بابا. کجا خالی کنیم آقا جون؟ ما جنسا رو بار زدیم داریم میریم. داریم میره؟
کجا میره؟ بابا داریم میریم سمت خونه خودمون دیگه. کجا میری یعنی چی؟ یعنی شما به همین زودی اسباب اساسیه رو بار زدی؟ آره آقا جون، عین قرقی همه رو بار زدیم. سیروس بفهمه بابام چقدر خفنه. تو غلط میکنی تو کار من، سیروس دخالت میکنی. چی آقا جون؟ همینه که گفتم، من الان خودم میام سر ساخته بود. کجا میخوای بیای؟ ما داریم میریم آقا جون، بیا. الو دلم نمیخواست اینجوری بشه. تو من حساب کرده بود. اینم از شانس این بدبخت بیچاره است. هرچی آدم نامرد بدقل بیمرامی میخوره پوش. بیا تو فاهم آوازه باشون بالا ماسانه فصله میریزه. جو من بهت فرمون میدم. خب؟ بیا 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 بده چپ بده چپ بیا بیا جدن بیا جدن بیا 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 خوبه خوبه پاکو بیادش آقا تو سرزیست بیادش. ماما اینجا حالا کار داره تا خونه بشه. عوضش خونه خودمون. مبارک باشه. دوستای گلم، یه زحمت بکشید فقط این اسباب اساسی حکم خاندان بزرگمون رو داره. خط و خش بر نداره. ببینم چه خبره اینجا؟ سلام. شما دیگه کی هستین؟ وسایل داریم خالی می‌کنیم ببریم خونمون. ببرید خونه‌تون، مگه اینجا خونه خاله است؟ نه خونه خودمونه. خب شما هستن شما؟ من مجنونم. خب اشتباه وایسادی قرونه دارم. شما الان پی لیلی باید باشه. آقا خالی کن. مگه من با تو شوخی دارم بچه جون؟ اساس دیگه چه صیغه ایه؟ تو اصلا با چی اساس وجه بودی اینجا؟ با کی هم هنگ کردی؟ من واحد به کسی تحویل ندادم. سلام آقا. آقا مجنون؟ بله. ما خانواده آقای سمر قیصری هستیم. سلام. سلام از ماست خانم، ولی اساس بی اساس. اما اون شنگ همه بیرون. ماشین همه بیرون. ماشین همه بیرون. آقا یه لحظه صبر کن. شوخی کردم، چرا ناراحت نشی آقا؟ من نگفتم بابای من 40 میلیون به شما بده. من گفتم از وقتی که بابات پولو داد 10 روز بعد، نه الان. مهندس من قربونه و چش و چالت برم، بابای من الان اون 40 میلیون رو میاره میده به شما. تو این در روز همین ساختمون هر کاری داشته باشه ما خودمون به جون دل میخریم. نمیخریم بابا. شما چرا حالیتون نیست؟ این خونه الان قابل سکونت نیست، کلی کار داره. خب اگه نمیبینی به به بزن به افتخار آقا سواده صاحب خونه. آقا خالی کن. آقا خالی کن خونه بابا من اومد. خالی کن. چی شد؟ گندم بگو خالی نکنن. چرا؟ آقا خالی نکن، دست دیگه‌تون ببینم چی شده. چی آقا قیصری، این مسخره بازی‌ها یعنی چی؟ اسباب اساسی رو بار کردی آوردی تو این ساختمون نیمه کاری که چی بشه؟ بابا آقا جون، این چلتای مجنون رو بده این لیلیمون رو آورد جلو چشمون، اعصاب خالی کنیم. اعصاب خورد شد سرده بابا. 40 میلیون؟ آره دیگه بده بهش بدیم. اگه پول آوردی بیا بریم یه گوشه بشینیم با هم صحبت کنیم. آره دیگه. نه من نمیام. بیا دیگه. نه من نمیرم. بابا 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 ببین چی میگی؟ بده من برم. بده من برم. بابا خوبی؟ بشی بشونه. بیا بیا اونا ها سندری هستا با جون. بابا خوبی؟ بیا آقا جون. ای بابا دوباره موقع فرمول شده آقا جون. فرش افتادی نگاه میکنه. بیا بابا چه تو آقای سری؟ چی شدی؟ نمیخواد بابا. آقا شری یه ذره آب بیار ماما از هار رفته. آقا جون بابا خوبی؟ آقا جون نوکرتم بابا. تازه خونه دار شدی قربون تو برم. رئیس لنگ بگیر صورتش کن. مرده سر مگه میت میخوای قص بدی؟ برو یه کاسه آب گفتم بیار. بابا جون خوبی؟ خلاته؟ بهتر شد. آقا جون گرفت. بابا جون گرفت. آقا سمت خوبی؟ پولتو دزدیدن؟ آره. آره؟ نه. آه پولتو گم کردی؟ آره. گم کردی؟ نه. خب خدا رو شد. بابا اصلا تو ببینم وام چی شد؟ وام جور شد؟ وام جور نشد. یه یا بده گیم پاش صورتش. برو برو پیکاره. برو پیکاره بابا. برو پیکاره.
جانم آقا اینجا چه خبره؟ هیچی آقا، اینا میخوان اسباب کشی کنن. سیاوش بیا اینجا. ای بابا چی شد؟ من این قرار نبود بهرام وامشو بده به شما آخه. دبه کردی وجدان، وام داد به برادر زنی. بابا اینقدر ماساژم ندید بابا، این چنگیز اینقدر ماساژت باشم زخم شد. ول کنید منو. خیلی خوب آقای قیصری، پس از پول که خبری نیست، اقلا این وانتا رو ورده اینجا ببر تا به کار و زندگیمون برسیم. ای بابا مجنون جان، آقا مجنون جان، ببین من 12 میلیون پول پیش خونه قبلی ها گرفتم، میدم به شما، اجازه بدید من برم خونه خودم، ما بقیشو خورد خورد به شما میدم. باور نمیشه آقای قیصری، نمیشه. اگه تو بیا اینجا بشینی فردا بقیه میخوام بیاد، اون وقت پول گرفتن جماعتی که تو خونه نشسته مصیبته. جناب مجید شما یه لطفی بکنن، الان وضعیت ما رو میبینید که چجوری حالا خون بالا خونه. اجازه بدید ما وسایلمون رو خالی کنیم. چش قول میدیم به هیچ کی هیچ چی نگیم. خواهش کردم ازتون. نمیشه آقا جون، باز اگه پولتون رو داده بودین زبون من دراز بود که فلانی تصفیه کرده. خب مرد تو اگه پولمون رو داده بودین چه التماس نمی‌کردیم که؟ خب حالا که ندادین اینجوری در حق بقیه اعتراف میشه. بابا این زبونم مو در وادی ماشین رو ببری بیرون. آقا مجنون عصبانی نشو. آقا مجنون بیا آقا جو، بیا به خاطر اون نامرد خودتو ناراحت نکن، بیا پایین موضع پلا باش. بپا دل باز خونه گه. به آقا چنگیز چطوری؟ آقا خوبی؟ خسته نبود چی؟ بد نباشه. سلام آقا سیروس، سمدی دیدیش؟ سمدو که نه، ولی خب زن بچه شو راهی کردم رفتم. چجوری رفتم؟ بابونه به همین راحتی گوشه برن؟ مرد حسابی اون وامی که برام قرار بهش بده که جور نشد که. جدی میگی؟ پس کابش زایده بیچره. چنگیز سیروس الان کیوان به من زنگ زد گفت سمد واموش جور نشده واسه از بفروش راش نمیده. بابا پیش زن بچهش سکه یه پول شده. آخه خدا رو خوش نمیاد. چنگیز بیا یه کاری براش بکنیم. بابا سمد هر بلای سرش بیاد حقشه، از بس واسه من قپی اومد. الانم بهتون قول میدم تو نیم ساعت دیگه بلند میشه بیاد اینجا بیافته رو دست پای من که چه؟ که ایزه بدم برگرده خونه، ولی کور خونده. من تا زمانی که سمد نیاد جلو همه شما بگه سیروس من غلط کردم، من اشتباه کردم گفتم تو در شأن خانواده ما نیستی، همین آش و همین کاسه است. میگی نه؟ این یه خط، اینم یه چند تا خط دیگه. یک دو سه چهار. مرد حسابی چی داری میگی؟ تو خیلی آدم نامردی هستی سیروسا. ببینم سیفی آدرس رو بلدی؟ آره با ساختمونشو میشناسم. خب چرا معطلی؟ رابیا بریم دیگه. بریم آقا، مسئله نیست که، فقط حواست باشه سیروس، من دارم میرم اونجا سمد ردیف کنم. برو بابا، برو تا یه بادی بیاد. عزیزم خب نوش جونه دست دست سرش شو داده همش کالباس آقا نه داداش مغز و اعصاب میگه بودی ساندویچ همینه دیگه دست در نکنید عزیزم بیا ای بابا ای بابا ماما این آقا سینه از صبح حالا 10 دفعه زنگ زده منم جوابشو نمیدم فکر کنم خب قرار آزمایش فردا رو بگه آزمایش الان توی اوزم خدمه بری آزمایش منم میگم جواب نده فریبا جوابشو بده اون پسره ولکن نیست سارا میفهمینه دم در خونه همه چیز میفهمه آبرون میره اخلاقش کم چیز سیریش اصلا هم همچی آدمی نیست بس راحت ببین چطور دادم بس ساکت بس تا آقا شما چی شد چی با مرغ چی یه پا داریم یه باید برین از اینجا خب حالا باید چی کار کنی؟ حالا ماما میدونی باید چی کار کنی؟ بعد داریم یه جا تو خیابون پیدا کنی فقط شانس بیاریم یه جا رو دارن قیلگونی میکنن بغلش آتیش باشه که تا صبح نمیریم سر ما این حرفا چی میزنی خجالت بکش بچه آقا جون آقا میمیریم تا صبح سلام علیکم سلام سمد جون چنگیز کورشه نبینه شما رو تو این خاک و حالا خاک بر سرت کنه ببین چه بلایی سر بندگان خدا آورده درست صحبت کن مرد حسابی از اون سن و سالت خجالت بکش با شما نیستم پهلوان با اون سیروز نامردم
حالا چرا اینجا وایسادی؟ نمیری تو؟ خب این آقا مجنون نمیذاره دیگه. تو رو خدا آقا چنگیز میبینی بعد یه آبروداری سرنوشت ما رو ببینی. تو رو خدا گوش آواره گوش رو خیابونو دمت نباشه آبجی. اگه اون مجنونه من دیوونم. مرد حسابی مگه نمیری زن بچه مردم تو خیابون موندن؟ خب بذار برن تو دیگه. بابا مگه من خون کردم همه دارو ندارم ریختم تو این ساختمون؟ اگه قرار باشه هر کی صاحبخونه‌اش جوابش کرد اساسشو کول کنه بلند شه بیاد اینجا که نمیشه. مگه نمیبینیم بابا این ساختمون نیمه کار است، قابل زندگی نیست. حالا باز اگه این بابا همه پولشو داده بود یه چیزی. خیلی خب بابا، حالا بذار زن بچه‌ش برده رو بره تو. آقا صمد قول میده یکی دو روزه پولتو جور کنه. چی رو قول میده پیش خودت؟ من آخه یکی دو روزه کجا پول جور کنم؟ بذارو هم خره میخواد هم خرما رو. چیکار کنی؟ اصلا نگران نباش، خودم بلدم اینجور آدم ها رو چجوری ضرب فنی بکنم. چنگیز بالا غیرتن شر بپا نکنی ها. باشه؟ باش. یا الله سلام. تو اینجا سلام. چی میخوای؟ سلام. هیچی، من تا فهمیدم چی شده رفتم دنبال دایی آقا چنگیز رو آوردمشون اینجا. ولی شما اصلا نگران نباشید، هر مشکلی پیش بیاد من خودم حلش میکنم. رو من حساب کن. تو خیلی غلط کردی اونا شدی اومدی اینجا. حالا دیگه کار خانواده ما جای کسی که صد گرم گوش ماده مشکلات ما رو حل کنه. بگو اومدم اینجا چغوری بابا بکنم واسه خبرچینی کنم. بابا برات اصلا سر زندگی ما بعدا دیگه بذا داریم راه زندگی مون رو میکنیم. جون فریبرز اشتباه میکنی. بچگی تقصیری نداره. سلام، غذا خوردی؟ من نه، ولی دستتون درد نکنه، نمیخورم. خواهش کنم پریمور جان، یه دونه ساندویچ بده. نه مادر نظریه، ما بریم پیش باباش کار دیگه. ای نه دستتون درد نکنه، بیا سرق بزن. بفهمی دوشه جان. چایی اگه میخوری هست بریزم براتون. دوشو جان. آقا مجنون تو میگی چی کار کنیم؟ این بنده خدا رو میبینی؟ واقعا خدا رو خوش میاد. تو اون چایی از گلوت پایین میره. بابا این زار زندگیشو جمع کرده به امید این خونه آوردی اینجا گذاشته. واقعا تو اون چایی از گلوت پایین میره. میگی من چی کار کنم؟ هیچی آقا مجنون. قیافت نشون میده آدم مشتی هستی. مردونگی کن بذار این بدبخت بره تو خونه‌اش دیگه. نمیشه آقا جون، نمیشه. نمیشه؟ اون موقع اون چایی رو میتونی بخوری؟ مرد حسابی، این زن بچه‌ش تو سرما موندن. خیلی خوب، ولی آخه با 10-12 میلیون که نمیشه. بری یه پول درست حسابی ورداره بیاره تا من واحد رو تحویلش بدم. چایی هم اگر میخوری هست بریزم براتون. نوشه جان، پس لاغر بذار وسایل گوشه حیات خالی کنم، بعدش فکر کنم ببینم از کجا میتونم پول جور کنم. توجه نمودی؟ راست میگه، اون موقع راحت اون چایی از گلوت پایین میره. بابا این بنده خدا اینقدر التماس میکنه، تو واقعا جان ما میتونی اون چایی رو بخوری؟ بابا کوف دارم کردی چایی رو نخواستم. چایی هم میخوری هست بریزم براتون. نوشه جان. وای فریبرز جان، مادر فریبرز چی میگن؟ چی میگن اینا این همه وقتتون؟ آقا یوسف من فکر کنم با قید اینجا رو کلا بزنیم. برگردیم خونهمون آقا سیروس، حالا شانس آوردیم کیوان است، به خاطر دیگه چیزی به اون میگه. نگه چلو بابا تصبانی میشه ها، یه حرفی بهت میزنه. آره راست. اصلا اسم خونم آقا، منم با فریبرز موافقم، برگردیم همونجا. بله آقا خالی کن. خدا رو شکر قبول کرده نه بابا، میگه یا باید همه پولو بهش بدیم اینجا ببونیم، یا که وسایلو بذاریم خودمون بریم یه جای دیگه. توجه کردی؟ آقا سمر تو نگران جا نباشی، تو تو قلب من جا داری. وسایل میذاریم همینجا و بچه ها رو برمیداریم میریم خونه ما. نه دیگه مزاحم نمیشیم، دست درد نکنیم، میریم مسافر خونه، اینجوری راحت تریم چنگی جون. مرد حسابی، آدم با این همه دوست و رفیق تو شهر خودش میره مسافر خونه قواهت بر بخور سمد. نه من اینکه مزاحم کسی نشیم، آقا سمد اینو میگه. مزاحمت کدوم خانم، خونه خودتونه. ما که آقا سمد رو تو این وضعیت تنهاش نمیذاریم، که مخلصش هم هستیم تا هر وقت دلش خواست میتونه خونه ما بمونه. خیلی آقای چنگی چه شاکرتم، فقط یه کمک کنی زودتر تا شب نشده وسایل خالی کنی. بیا اینجا. ماما یه چیکارش کنم؟ آقا یه تانه بوی کندیدی تو سر این سیروز نامانه. دروغ میگم؟ من نیستم، اگه این بشر سگرم معرفت داشت کلا درست میشه. من بزرگشو بده.
درده بلا این سمت بخوره تو سر من. بده من فری برشم. بده من. نزنین، کسی خونه نیست. کلا بردار و پولا رو برداشتم در رفتن. اجازه بدین. دومندیش که این خانواده آبرو دارن تو محل. اولندش درست صحبت کن خانم محترم. ببینم شما همونی نیستی که امروز اینجا با هم تصادف کردیم قرار دوماد این خانواده بشی؟ سومندیش بله. ازشون خبر نداری؟ داشتم ولی نمیدونم هرچی از صبح تا زنگ میزنم کسی جواب گوشیمو نمیده. پس تو هم قال گذاشتن. کلا بردارا اینجوری ان دیگه، دوست آشنا سرشون نمیشه. اصلا باورم نمیشه خانم، غیر ممکنه. این خانواده اصلا اهل این حرفا نیستن. من میگم شاید درشون اتفاقی افتاده. ببینم پولی هم ازت تلکه کردن؟ نه، البته یه بار قرار بود که من برشون چک بدم. برادرشون بود آقا فریدورس خان، اومد و حساب کرد. پس پول دارن و قرضشون رو نمیدن. نگفتم کلا بردارن؟ یا عموشان دست شما درد. چه پولی هم کاری نکردم برای شما، باید ریفان بوده. اگه کاری هم داشتی شما رو موبایل من مجبور بگیرم. دست شما درد نکنه، خدا قوت. خوبه الان خودت نت کنگا چیکار کردی؟ بیا داداش اینا حق زحمت شما، دست شما هم درد نکنه، زحمت کشیدی. چیه فریبرز؟ پولت دیگه، زحمت کشیدی پولتو گرفتی. داداش من که واسه پول کار نکردم. واسه چی کار کردی؟ به خاطر تو کار کردم. ببین تو به خاطر من خیلی کارا رو نبا میکردی. واسه جیبه سریع برو خونه تو. خسته نباشی. قربون شما. واسه جیبت گفتم. چی میگی؟ چیکار می‌کنی؟ چیزی نمیگم بابا، از قدیم گفتم عرق کارگر خوش نشده و پولشو بدی بره. منم دادم، کارو بدی کردم. خجالت بکش فریبرز، این بچه به خاطر ما این همه اومده، خودشو به زحمت انداخته. خجالت مگه من نامه فدات چمن فرستادم وانار واسش؟ حالا من پولشو دادم بره دیگه. اشکال نداره گندم خانم، بزن خودشو تخلیه کنه، من ناراحت نمیشم. خب حالا ادای چیزا تو من در نیارم. وای اینو من یادم رفت. الو سلام. هیچ معلومه کجای مهندس؟ مگه قرار نبود امروز بعد از ظهر بیام چکامو ازت پس بگیرم؟ بچه هرچی در میزنم کسی در رو باز نمیکنه. خب نبایدم باز کنم، به خاطر اینکه ما همونجا اسباب کشی کردیم رفتیم. ببین مهندس قلابی، محاله بتونی از دست من قصر در بری. هر جا بری میام پیدات میکنم، پولامو از حلقومت میکشم بیرون. شما نگران نباشی خانمه، من خودم آدرس میدم، شما تشریف بیارید، من پول چکاتون رو تقدیم میکنم. مهندس قیصری قولش بده سرش نمیره، یعنی همین قلاده سر قلش هست. براتون اس ام اس میکنم. باشه منتظرم. مهندس قیصری جانم، میگم تو که اینقدر وضعت خوبه که راه به راه پولو چک میدی دست مردم، یه عنایتی هم میکردی کار ما رو راه مینداختی تا منم دستم باز بشه یه دستی به سر روی واحدتون بکشم که بشه توش زندگی کرد. جناب مجموع اینا که الان چک و چک مردم اینا رو باید تقدیم کنم. باشه ما الان بد موقع پستم خوردیم. اگه یه ماه پیش پستم میخوردین قضیه فرق میکرد، پول شما رو دو دستی تقدیم میکردم، کار به اینجا نکشه. واقعیتش اینه که من الان یه آدم برشکستم. بشین میریم، ما یه ما پیشتون هم دیده بودی. بذار بچم دیگه شب شه. اینم بده من. کارت پول افتادیم دیدی. اما چگی؟ چونه؟ وقتی اشکال نر آدرس خونتون رو برای کی اس ام اس کنم شب بیاد طلبش رو بگیره؟ خونه ما رو؟ بله. نه مو بزن، خیابون گلچین. اجازه بدی. ببینم شاد اومد، شما میخوای همینطور اینجا وایسی قصه بخوری؟ پس چیکار کنم؟ راه بیفت دیگه، شب شد، مگه نمیخوای پیداشون کنی؟ مگه گم شدن؟ ای بابا گیرش آدمایی افتادم من. آها پیداشون کردین؟ میام یا خودم تنها برم دنبالشون؟ نه میام. بریم. کجا؟ مگه خودت ماشین نداری؟
ببخشید اصلا حواسم نبود. پس شما جلوتر با ماشین برین، منم با ماشین خودم پشت سر شما میام. بفرمایید. با اجازه. بفرم آقا سید. بفرم آقا سمن. ببخشید آقا چنگیز و مزاری. ببخشید آخه این داری که خیلی بده، یه گل شیرینی تو دست خالی خیلی. ای بابا چرا تعارف میکنین؟ آقا سمن خوش دست گله. بفرمایید خونه خودتونه. بفرمایید. با اجازه آقا چنگیز، ما دیگه رفع زحمت میکنیم. دایی جان بریم. کجا؟ من میذارم بری. مشتی شب دور هم شام میخوریم بعد میریم. چنگیز جان ببخشید فقط با کنون دیر وقت بشه مامانش زنگ میزنه که ایمه آراخون بالاخونمون میکنه. نه من گفتم با دایی هم مشکلی نداره. خیلی خب بس مشکلی نداره دیگه. بفرمایید. یالا من دور میزنم. یالا آقا جان بعضی جا توجه نشو بذار. آقا چنگیز زحمت کشیدم بیا تو. یه مقدار حالم ناخوشه آقا جون، یه دوری بزنم میام. چش کن بابا جون گرسنه‌اش بشه میاد خودش. خیلی خوب بفرم شما خانم. بفرم یالا یالا بفرمایید. شربتی چنگیز جون بابا منزل خودت قدم دور چش. بفرمایید. تو واسه چی وایستادی؟ دایی شما برو تو، من یه کاری دارم بعد انجام بدم. چی کاری؟ یه کاری که تا حالا دل جرأتشو نداشتم. حد زدم که دنبال چی کاری میخوای بری. برو فن نسشت سیبانه بزن ضربه فنیش کن. برو برو. فریبرز یه دقیقه واسه بهت حرف دارم. من با تو حرفی ندارم فریبرز. ببین من بهت حق میدم از دست من ناراحت باشی، قبول دارم من اشتباه کردم، ولی باور کن من هر چی را ازت مخفی کردم فقط به احترام رفاقتمون بوده. اصلا اشتباه نکن بین من تو، اصلا هیچ رفاقتی نیست فهمیدی، یه مدت یه شراکتی بوده تموم شده رفته. ولی فریبرز من به خاطر تو هزار تا کار کردم. تو خیلی سریع یه کاری می‌کردی با اینجوری حالا خون خونه خونه مردم نشی مرد حسابی. میخوای به بابام زنگ بزنم؟ لازم نکرد زنگ می‌زنی دوباره عینی هم کسیم بدتر می‌کنی. خیلی خب همین بود حرفه تموم شد؟ نه من حرفمو نزدم. پس اینا چی بود زدی؟ نه این پیش درآمدش بود. خب بنال ببینم چی میخوای بگی؟ ببین فریبرز من تو این چند روزه خیلی با خودم کلنجا رفتم، خیلی ها. الانم بر این مسئله کاملا واقفم، مطمئنم که حرفمو بهت بزنم میزنی شلوپلم میکنی. پس لازم نکرد حرفتو بزنی، چون مطمئن باش من خودم میزنم شلوپلت میکنم. میدونم چی میخوای بگی. بابا فریبرز خب تو مثلا رفیقمی، اگه تو رفیقی و دشمن چیه؟ خب بذار حرفمو بزنم دیگه. منم آدمم. بازی در میاری حرفتو بزن، کی جلوتو گرفته؟ باش حرفمو میزنم، ولی یه مشکلی دارم، من چشامو ببندم چون اصلا روم نمیشه تو چشات نگاه کنم. ببین فریبرز اوه با من صحبت میکنی چشاتو واکن سرت هم بالا بگی، فهمیدی؟ خب مشکل من همینه دیگه، من راخه چشامو باز کنم روم نمیشه، دهنم بسته میشه. مشکلاتو تو هر کن بعد بیا. نه وایس خیلی خوب باشه بیا فریبرز. ببین فریبرز جون رفیق خوبم، شریک گلم. ببین من یه چند وقتی هستش که چجوری بهت بگم بخاره سیریش اینجا شکم میکنم. فریبرز خواهش میکنم، من دارم حرف میکنم میزنم وسط حرفم نپر. فریبرزم فریبرز سلام مهندس. سلام تو چه پای من رد کن بیاد اجازه بدین. آقا فریبرز قضیه چیه؟ فریبا خانم کجاست؟ صبح تا هر چی زنگ میزنم جواب تلفن من نمیده. عزیز من طاقت شو دارم. اصلا بگو چی شده؟ چی چرا کلی بازی در میاره جلوی خونه من؟ الان میام میرم فکر کنم چی شده. رقم واسه که من شکایت خانم بده الان برات توضیح میدم. فکر کنی اگه جمع کنی بری پیدات نمیکنم. بابا شما چرا اینجوری؟ خانم من من خودم آلستادم تشریف بیارین چکاتون رو تقدیم کنم. چرا تیکه برام من میکنه؟ مهندس مشکلی پیش اومده خانم مهندس اینجا چیکار میکنه؟ انقدر مهندس نندازین پشت اسم هم دیگه، دستتون رو شده قلابیا. میخوای مدرکمو لوله کنم بندازم گردنم؟ چی شده مانده؟ من چنسا رو که تحویل آوردن گفتم بیا اینجا چکاشونو بدم. بابا به جای این حرفا جواب حرف منو بده. قضیه چیه؟ دوره بگردم اینجا کجاست؟ این خانم اصلا داره چی میگه؟ بابا چرا صدا تو میاری؟ که بابا اینو برام حالیش کن، الان آبرو رو میبره. آقا تو کار من دخالت نکن، این موضوع خانوادگیه. من دارم آقا فریبرز حرف میزنم. از امروز آقا کیوان جزء خانواده ماست، فهمیدی؟ جون فریبرز راست میگی؟ حالا قول نمیدم. اول کاری که بهت گفتم بکنی برام آبرو نبرم چکای خانومو بدم. ببینیم ول کن عزیز من. من اول فریبرز مثل اصلا این کنه چیه مثل
ای بابا پس چی شد این پول چکای من؟ بابا بیا چرا اینجوری میکنین چکاتو بفرمایید. بده من قرضتو. فریبرز بابا این سر صدا برای چیه؟ بابا دم خونه مردم زشت شما سلام سمت. تو سینا جان خالد خوبه تو اینجا چیکار میکنی؟ چی خبر دادی؟ من آوردمش. شما چجوری اومدین؟ اجازه‌تون من از عمو چنگیز اجازه گرفتم آدرس رو اسمس کردم بیان چکاشونو بدم. حالا من کلی بازی در میارم. به سلامت من جا برو داریم. باور کنید من چیزی بهشون نگفتم. من اصلا نمیدونم این از کجا فهمیدن. شب عالی بخیر آقای ملکی. مخلصیم. حالتون چطور؟ سلام آقای ملکی. حال شما خوبه انشالله. سلام. مرد اصلا ما مرده بودیم که اومدی خونه غریبه. میگم که شما رو کی خبر کرد آقا جون؟ من از مامان نشنیدم. کیش به شما خبر داد؟ هما جون زنگ زد گفت دیگه. به هما خانم کی گفت؟ من گفتم آقا سمت. کی به شما گفت؟ من گفتم آقا سمت. به شما کی گفت؟ بابا چرا بحث میکنی؟ الان کی خبر نداره من خبردارش کنم. آقا سمت چرا بیرون موندیم؟ بیرون سرده بیاین تو دیگه. اومدیم چنگیز خان اومدیم. بفرمایید. بریم آقا سمت جمع کن بریم خونه ما. بریم بابا.